الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند. بعد از ظهر جمعتون بخیر، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و ساعت در پیش رو هم ساعت بسیار خوبی باشه در کنار خانواده محترمتون. اجازه بفرمایید قبل از هر چیز هفته وحدت رو به شما تبریک و تهنیت عرض بکنیم و پیشاپیش روز دوشنبه روز میلاد خجسته و فرخنده رسول اکرم رو هم به شما تبریک و تهنیت عرض بکنیم. این سری جدید سینما گلخانه هست که بنده در خدمتتون هستم و قرار هست از این به بعد اگر عمری باشه انشالله در خدمتتون باشیم و یک زمانهای کوتاهی داریم، کوتاه که نه، مثلا هولوش 30-40 دقیقه که در خدمتتون خواهیم بود و راجع به سینما میخواییم صحبت بکنیم، راجع به نمایش میخواییم صحبت بکنیم. حالا من توضیحات بیشتر رو توی بخش بعدی برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. یه نکته هم عرض بکنم، یعنی تشکر بکنم در واقع از شاهین جمشیدی نازنین، همکار و دوست بسیار جوونمون و یکی از گوینده های خیلی خوب که در سری قبلی سینما گلخانه همراه شما بود و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکرد. گفتم که این اول چراغی یه تشکری هم بکنیم از آقا شاهین. اگر موافق باشید بریم سراغ اولین قسمت برنامه امروز، یه کمی هم به جو استودیو و جو برنامه بیشتر وارد بشم و در خدمتتون برنامه رو دنبال کنیم. نگاه کنید لطفاً. به نام خالق دوستی ها، سلام. خب من سریع خدمتتون عرض بکنم که چه چیزایی رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. یک مهمان بسیار عزیز و نازنین داریم، یکی از بازیگران و هنرمندان خوب کشورمون که معمولاً توی بخش‌های اول برنامه لو نمی‌دیم مهمونمون رو. من خدمتتون عرض می‌کنم، فقط بگم که شما هر شب از طریق شبکه 3 سریال ارمغان تاریکی رو دارید ملاحظه می‌کنید. مهمان برنامه ما یکی از بازیگران این سریال هست که توی جشنواره امسال فجر هم حضور بسیار خوب و شایسته‌ای داشته. اینا رو خدمتتون عرض بکنم که با یکی از تهیه کننده های جشنواره فجر صحبت خواهیم کرد و تکایی از فیلم ایشون رو با هم دیگه احتمالاً خواهیم دید. با حاج آقا ابوالقاسمی هم حتماً تماس خواهیم گرفت و سوال مسابقه قرآنی رو حتماً با ایشون مطرح خواهیم کرد. و برای کسایی که علاقمند به سینما هستند و علاقمند به جشنواره امسال، اسامی برندگان جشنواره رو زودتر از برنامه ویژه‌ای که قرار هست امشب از شبکه 3 تقدیمتون بشه خیلی فهرستوار و تونتون دورتون خدمتتون عرض خواهیم کرد. من مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی کنم، خیلی با کلاس و رسمی، جناب آقای امیر آقایی، یکی از بازیگران بسیار خوب و درجه یک این مملکت. امیر جان سلام. سلام عرض می‌کنم. خوب معرفیت کردم یا نه؟ بفرمایید. عرض ادب بکنم. سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که ظهر جمعتون به خیر باشه، انشالله که خوب استراحت کرده باشید امروز. خب الهی شد. خود خوب هستی الحمدلله. خدا رو شکر. اوضاع احوال خوبه، روزگار خوبه. خب الهی شد. شما چطورین؟ منم خوبم، بد نیستم. راجب دوست داشتم که هم راجع به ارمغان تاریکی صحبت بکنیم، هم کارهای قبلیت صحبت بکنیم، هم جشنواره امسال صحبت بکنیم، اصلا نظرت رو در مورد جشنواره بپرسم و هم از همه مهمتر در مورد بازیگری با هم صحبت بکنیم. منتها همه رو
موکول میکنیم یه بخش دیگه از برنامه رو نگاه کنیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز هم خواهیم بود. نگاه کنید لطفا. حرف اول ایران، فردا آبا، امروز ساختن، پیام امید، ما میباییم رست باست با میتابیم مثل آفتاب، گندم در خاک، خوشی در دست، عشق در قلب، ما می‌سازیم اینجا را ایران را. خب من خدمتتون عرض بکنم که حتما با حاج آقا ابوالقاسمی ارتباط خواهیم داشت. ظاهرا ایشون خارج از کشور هستن و سوال مسابقه قرآنی رو از زبان ایشون خواهیم شنید. اسامی برندگان رو هم اعلام خواهیم کرد و احتمالاً با یکی دو تن از برندگان مسابقه قبلی گفتگو خواهیم کرد. امیر جان بازیگری چه جوریه، خوبه یا نه؟ خیلی سوال کلیه های سفتری. نه راضی هستی الان؟ خدا راضی باشه. ما نه جدا داریم بازی میکنی. قطعا تحصیل کردیم، دوست داشتم دنبالش کردم. خارج از شهرت و محبوبیت و میگن بازیگرها خیلی هم خوب پول در میارن و اینا، واقعا بازیگری به عنوان حرفه و شغلی که انتخاب کردی تا این لحظه که روی صندلی سینما گلخانه نشستی ارضات کرده، راضی بودی ازش؟ قطعا. خب الهی شکر. فقط توی پرانتز یه جمله گفتین الان که میگن بازیگرها خیلی خوب پول در میارن، در قیاس با کی؟ با چی؟ یا خیلی بحث چیزی میشه اونو. آره یه بحث میشه. با چی؟ ما چون زمان خیلی کمی داریم حالا راجع به اینم صحبت میکنیم، ولی اصل مطلبمون کارهای تو هستش، بیا بیشتر در مورد اون رو صحبت بکنیم. در مورد اینکه چند تا کار با شبکه سه انجام دادی شما؟ زیاد. اساساً میگم من بازیگر شبکه سه هم. جدی؟ خب خیلی خوبه که. ارمغان تاریکی هم که الان داره پخش میشه. بله. چجوری شد نحوه انتخابت برای ارمغان تاریکی؟ با آقای جلیل سامان ما همین الان داشتیم با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردیم، میگفت دیشب یا پریشب یکی از قسمتایی که شما بازی کردین بی‌نظیر بوده بازی شما. بچه‌ها لطف دارن. نه جدی میگم. خب بفرمایید. با آقای جلیل سامان چند بار قرار گذاشتیم، همدیگه رو دیدیم، راجع به نقش صحبت کردیم، فیلمنامه رو من خوندم. احساس کردم که
نقشه خیلی جای کار داره. چند وقت طول کشید کار شما؟ فعلا الان یه 5 ماه و نیم تقریبا. 5 ماه و نیم؟ بله داریم کار. کار تولیدش و اینا داره تو چیز. بله هنوزم تموم نشده. هنوز داریم فیلم برداری. هنوز داریم فیلم برداری می‌کنید الان؟ می‌بینم سر صحنه. این قیافه و شکل شامل مال همون کاره دیگه ها یا نه؟ شامل مال خودمه ولی خودم برای اونجا گیری می‌شینه. جشنواره امسالم که فیلم داشتی؟ بله دو فیلم. خب چیا بود؟ مرگ کسب و کار من است. بله کارگردانش امیر حسین ثقفی. فیلم اولش بود. فیلم اولش بود. آره. و اون یکی سعادت آباد مازیار میری که من یه بار اومدم سر صحنه شما تشریف نداشتین، فقط با مازیار میری تونستیم با هم دیگه گپ و گفت بزنیم. توی برنامه امشب امروز از بس که من شبا برنامه جو کردم، امروز اسامی برندگان جشنواره فجر رو هم خدمتتون اعلام خواهیم کرد. اسامی برندگان که هنوز از شبکه 3 اعلام نشده. نظر در مورد جشنواره چیه؟ جشنواره امسال فکر می‌کنم خیلی پویا بود و خیلی می‌دونی اینقدر در مورد داوری‌ها، در مورد قضاوت‌ها، در مورد بخش‌های جشنواره صحبت شد که فکر می‌کنم ژانرهای مختلفی امسال توی جشنواره حضور داشتن، کارگردان‌های متعددی بودن، فیلم‌های بسیار زیادی بود، کمیتش بیشتر از سال‌های پیش بود. فکر می‌کنم که همه این حاشیه‌ها در مورد جشنواره فجر امسال نشون میداد که یکی از فکر کنم بی‌نظیرترین، جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین جشنواره‌ای بود که تا به حال برگزار شده بود. و من توی روزنامه‌ها و نمی‌دونم توی تلویزیون نگاه می‌کردم، منتقدا نمی‌دونم در مورد فیلمسازا نظر می‌دادن، فیلمسازا در مورد مسئولین سینمایی نظر می‌دادن، گفتم خدا رو شکر اینقدر بازار نقد خوب هست و اینقدر هم اهالی فرهنگ الان دارن با همدیگه تعامل دارن، همکاری دارن و همه اینو نشون میداد که جشنواره امسال خوب برگزار شده. خودت چی فکر میکنی؟ خدا رو شکر زایران من نتونستم، من همه رو گفتم بیا من نتونستم زیاد فیلم ببینم، فقط لابلای رفتی اصلا فیلم ها رو ببینی یا نه؟ دو تا فیلم. چیا رو دیدی؟ سه تا فیلم. خب دو فیلم خودم رو دیدم و یک فیلم دوست عزیزم محمد رضا عرف، فیلم ندارها رو تونستم ببینم. من به شدت آقای صفدری معتقدم که کمیت دلیل بر کیفیت نیست. یکی از ویژگی‌های جشنواره بود. خب اساساً همون چیزی که شما گفتید و باهاش موافق نیستم که حاشیه ها میتونه یک جشنواره رو خیلی پررنگش کنه، ولی خب خدا رو شکر 90 خورده ای ما امسال فیلم داشتیم که این نشان از پویایی تولیدات. کمیت زیاد بود، بعدم تمام کارگردان‌های نسل اول و دوم و سوم امسال توی جشنواره، توی جشنواره بودن. بزرگداشتم خوب انجام شد، حتی بخش نوین نگاه که این همه حرف و حدیث بود، فیلمایی که توی اون بخش هم عرضه شدن در واقع اون هم همون اندازه‌ای که کارگردان‌ها و فیلمسازها و تهیه کنندگانشون می‌خواستن نگاه‌ها رو متوجه خودشون کردن. من فکر کنم همه این حرف و حدیث ها نشون میده که جشنواره خوبی بوده. البته نظر شما هم یه نظر هست و قطعا محترم. نظر شما که یه نظره، اینم یه نظره. آره همش یه نظره و من میگم خوبه که اهالی فرهنگ همیشه تعامل داشته باشن با همه حرف و حدیث هاشون و با همه نقطه نظرها و دیدگاهاشون، چون اگر اهالی فرهنگ نتونن کنار همدیگه جمع بشن، یک تعامل و همکاری داشته باشن، وای مثلا به قشرهای دیگه. اجازه میدی من چند تا از اسامی برندگان رو هی دارم میگن که اسامی برندگان رو اعلام بکنیم.